انسان‌های مبتکر در 6 ماه گذشته راه‌حل‌هایی پیدا کردند که زندگی توأم با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا رو اندکی آسان‌تر می‌کند. مثلا بخش ضد ویروس ولی شفافی که این ناشنوای اندونزیایی به ماسک اضافه کرده، حرف زدن به زبان اشاره رو با ماسک امکان پذیر ساخته. و اینجا در اسرائیل دریچه‌ای که یک محقق به ماسک افزوده و راحت باز و بسته می‌شود، خوردن را با ماسک امکان پذیر می‌کند. در فرانسه حباب‌های بزرگ وارونه که طراح کریستوف جرمیگن برای کافه رستوران‌ها ساخته، خوردن و نوشیدن در حال فاصله‌گیری اجتماعی را میسر می‌سازند، ضمن آنکه خاصیت دیدن و دیده شدن را برای کافه نشینی حفظ می‌کنند. در این رستوران در آمستردام، اتاقک‌های شیشه‌ای گلخانه مانند در ساحل کانال فضای خصوصی برای شام در روی شمع برای مشتریان می‌آفریند، ضمن اینکه خدمه را هم از احتمال آلودگی به ویروس کرونا حفاظت می کنند. یک راه شیوع ویروس کرونا دست دادن به دستگیری‌های آلوده است. با ابتکار این سوپرمارکت در هلسینکی، مشتری‌ها دیگر نگران دستگیری یخچال‌ها نیستند. و این پدال‌ها خیال مشتری‌های مجتمع خرید در بانکوک را از دست دادن به دگمه‌های آسانسور راحت کردند. در بریتانیا شرکت پالیت از مقوای بازیافتی وسایل فاصله گیری برای کار در منزل یا اداره به وجود آورده. هم سبک هستند، هم ارزان و هم به سرعت میتوان قطعات آنها را به هم وصل کرد. این محقق چک با افزودن فیلتر به وسایل پلاستیکی بازی زیرابی بچه ها مشکل کمبود پوشش حفاظتی برای دکترهای این بیمارستان پراگ را به سرعت حل کرده. و از قطعات پلاستیکی ارزان قیمت لیگو با ابتکار آوارگان سوری در کارگاه رباتیک اردوگاه سازمان ملل در اردن، دستگاه خودکاری برای توزیع مایع ضد عفونی دست ها به وجود آمده.